برام یادی خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین امروز دوازده نوامبر و برابر با دوم قوس است توجهش مرجل جلب میکنیم به چند خبر مهم از افغانستان از شلاق زدن دوازده تن توسط طالبان در لوگر تا گفتگوی رئیس جمهور تاجکستان و رئیس اطلاعات خارجی روسیه در مورد افغانستان از سوی هم شرکت چینی میگوید که بزودی کار استخراج میس عینک لوگر را آغاز می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان و سرگی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار به تاریخ اول قوس روز سهشنبه بین طرفین انجام شده است و دو طرف در مورد اهمیت تقویت بیشتر همکاری ها در راستای مبارزه مشترک با توریسم افرادگرایی و جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه جرایم سایبری و سایر تهدیدات ملی صحبت شده است در بیانیه آمده است که در این گفتگو مشکل افغانستان در مرکز توجه قرار داشته است و طرفین بر گسترش همکاری برای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردن رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه به خبرنگاران گفته است که طیف گسترده ای از همکاری های دو جانبه بین روسیه و تاجکستان و همکاری در رابطه با وضعیت افغانستان و پیرامون آن را مورد بحث قرار دادیم روسیه و تاجیکستان همچنان توافق کرده است که برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی تروریستی سال آینده در نزدیکی مرز افغانستان در قالب سازمان پیمان امنیتی جمعی رزمایش مشترک نظامی برگزار کنند. این در حالی است که اسمت الله ارگاشوف و یوشیا او یونگ نماینده ازبکستان و چین نیز برای افغانستان گفته است که بحران بشری و امنیتی در افغانستان جدی است و بدون موضع واحد جامعه جهانی رسیدن به صلح و ثبات در این کشور ممکن نیست تشکیل حکمت فراگیر احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از خواسته های جامعه جهانی و کشورها نیست بوده است نمایندگان ازبکستان و چین در دیداری که در تاشکن انجام شده است توافق کردند تا همکاره های خود را در مسائل افغانستان تقویت کند. این دو کشور البته رابطه بسیار نزدیک با طالبان دارد و رابطه اقتصادی گسترده ایران هیز با طالبان آغاز کرده است کماندانی امنیت طالبان برای ولایت کابل میگرد که پنج عضو یک خانواده در یک مسجد در ناحیه نهم در شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رسیده است این رویداد در یک مسجدی در منطقه خاجرواشه کابل در ناحیه نهم رخ داده است ادعا شده است که یک فرد مسلح با تفنگچه در این مسجد پنج عضو یک خانواده را کشته و یک نفر دیگر را نیز زخمی کرده است هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نشده و فرد هم در پیوند بان آن بازداشت نشده است اما خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان فکر میکند انگیزه این قتل ها خصومت های شخصی باشد خبر وحشتناک ما از لوگر داریم طالبان دوازده نفر را به اتهام های مختلف در ورزشگاه فوتبال لوگر شلاق زده است آن هم با حضور صدها تن از شهروندان لوگر دادگاه استراف طالبان در لوگر روز چهارشنبه دوم قوس دوازده تن شامل نه مرد و سه زن را به اتهامهای های مختلف در ورزشگاه فوتبال در شهر پول علم مرکز این ولایت شلاق زدند در زمان اجرای این حکم صحرای طالبان صدها تر از شهروندان لوگر نیز در ورزشگاه حضور به هم رسانده بود گلرحمان آخونزاده رئیس دادگاه استناف طالبان در لوگر در حالی که به شدت خوشحال بود گفت که بعد از 20 سال حدود را جاری می سازد و این برای او خوشحال کننده است بر اساس خبرنامه ای مرکز رسانه های طالبان در لوگر گلرحمان رحمان آخونزاده در هنگام شلاق زدن این افراد تاکید کرده است که اجرای حدود و اجرای شریعت از آرمان های شهدا بوده است شهروندان کشور ما میپرسند کدام شریعت و کدام آرمان اما این مقام طالبان گفته است که مولا حیبت الله آخونزاده رهبر این گروه حکم داده است که باید حدود اجرا شود او افزوده است که پرونده های این افراد بررسی شده و آنها به جرمهای خود اعتراف نیست کردن مولوی عنایت الله شجاع معاون وال طالبان برای لوگر نیز گفته است که هدف طالبان از شلاق زدن تقویت نظام اسلامی و اجرای شریعت است شهروندان کشور با وحشیانه خواندن این اقدام طالبان میگویند که این گروه مردم را از اسلام و دین متنفر می سازن. خبری هم از پاکستان داریم و طرح تازه این کشور برای مهاجران افغانستانی تلح محمود وزیر ایالت و مناطق مرزی پاکستان از آغاز طرح ثبت نام پناهجویان افغانستان در پاکستان خبر داده است پاکستان قصد دارد با آغاز این برنامه اطلاعات کامل پناهجویان ثبت شده و ثبت نشده افغانستانی و همچنان آنهایی که به افغانستان برگشتن را جمع کند اما بسیاری از شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی میکنند از این اقدام پاکستان به شدت نگران هستند آنان میگن که طالبان و پاکستان روابط بسیار خوب دارند و آنان نگران هستند که شمار از افرادی که در معرض خطر هستند را پاکستان بازداشت و به دست طالبان بدهد به گزارش رادیو ملی پاکستان آقای محمود روز دوشنبه سی اقرب در جلسه مجلس ملی این کشور گفته است که در حال حاضر حدود یک سه میلیون پناهجوی و مهاجر افغانستانی در پاکستان ثبت نام شده است و این روند همچنان ادامه دارد و افزود است که در کمپاین جدید ثبت نام نام اعضای خانواده پناهجویان افغانستانی نیز نوشته خواهد شد به گفته این مقام پاکستانی بیش از 136 هزار نفر از اعضای خانواده کسانی که ثبت نام شدند فاقد مدرک هستند. وزیر ایالت و مناطق مرزی پاکستان گفت است که اگر این افراد بر اساس میارهای تعیین شده واجد شرایط ثبت نام باشند، تعداد پناهندگان افغانستان که ثبت نام شده در این کشور قطعا افزایش میابد. این وزیر پاکستانی گفته است که دولت آنها برنامه‌ای دارد تا از تعداد افغانستانی ها در پاکستان وان اده از افغانستان هایی که به کشور خود برگشتن اطلاعات کامل به دست بیاورد. در حالی که فخر در افغانستان در حال گسترش است و بحران بشری و انسانی واقعا عمیق شده است، سفارت آلمان برای افغانستان اعلام کرده است که دولت این کشور با توجه به وضعیت وخیم بشر دوستانه در افغانستان کمک بیشتری به این کشور خواهد کرد و کمک های بشر خود را به 90 میلیون یورو افزایش می‌دهد. سفارت آلمان میگوید که این کمک های مالی از طریق برنامه جهانی غذا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان به مصرف می رسد. سفارت آلمان برای افغانستان در رشته تویت نوشته است که با افزایش این رقم مبلغ کل کمک های این کشور به افغانستان در سال میلادی جاری به 331 میلیون یورو خواهد رسید و خبر اخیرین که شرکت چینی میگوید که کار استخراج معدن میسی عینک لوگر پس از انتقال آثار باستانی آغاز می شود. معاون اجرای شرکت چینی MCC با معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار برای آغاز کار استخراج معدن میسینک لوگر گفتگو کرده است. اومین معاون اجرای شرکت MC روز چهارشنبه و دوم قوس به ملا برادر گفت است که پس از انتقال آثار باستانی از ساحه این معدن کار استخراجان به گونه رسمی آغاز خواهد شد. با این حال هنوز زمان دقیق آغاز کار استخراج این معدن مشخص نشده است. البته این شرکت قرارداد استخراج مس عینک لوگر را با حکومت جمهوریت امضا کرده بود اما در آن زمان طالبان با حملات متعدد مانع استخراج معدن میشد و شماری از کارمندان شرکت ایم را نیز به قتل رساندند به همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود